اجازه بدید که بشنویم از مجتبای عزیزم. اگر خبری پوشش داده نشد از مقاومت ها، دلاوری ها و در غیر صورت، نظرتون رو الان مجتبای عزیزم میکروفون باز کنید و بفرمایید شما اوضاع امروز رو چگونه میبینید. از شما بشنویم مجتبا. بله سلام، صدای من هست؟ سلام. بله بله صداتون هست، بفرمایید. سلام به همه دوستان، ببخشید که من دو تا شما فکرم اولین باره که اومدم. اون آقای سپهر بکنم رفتن، یه خانومی که اول یه گزارش دادن از کردستان و شهرها، بعد ایشون گفتن که فقط چرا از کردستان میگن و اینا. من جوابشون دادم، گفتم اول کردستان خب ایشون اطلاعاتی که داره، بعد گفتن در آخرش هم اضافه کردن که جای شهرهای دیگر من خبر ندارم، فعلا جایی که اطلاع دارم به شهرهای دیگر خبری ندارم، یعنی از آمارش خبر، نه اینکه هیچ جایی درگیری نیست. ما همه میدونیم که تمام ایران الان درگیر این ماجرا. بعد ایشون به نظر من بهشون گفتم آقا این سخنان تفرقه آمیز، دامن زدن به این مسائل فقط به نفع یک سیستم میتونه باشه توی این شرایط. حالا بگذاریم که مثلا باز بیگه بسان اونن چند سال بعد از چند خدمت شما یه مطلبی بود که یادم آمد از شاهنامه حکیم طوس، خیلی جالب بود با این شرایط فعلی یا کلن شرایط این 40 سال ما خیلی جور هست. ماجرای برام به چوبلر احتمالا همارستان میدونن دیگه با خسرو پرویز که چه اتفاقات افتاد، بعد که دیگه کشته شد احرام چوبینه که علی ری بود بهرام چوبین، بعد خسرو پرویز میخواست شهر ری رو مثلا نبود کنه با هاک یکستا کنه، حالا با اون شاوره اینا گفتن نه این کار نه، این باید یک پیشنهادی بهش دادن که همون نفیه رو میداد، ولی خب خیلی هوشمندانه بود. اومدن چا گردن؟ یک نفر یک آدم نالایق و احمقی رو پیدا کردن، اینو گذاشتن فرماندار شهر ری، بعد یه آدم احمق و نالایق اینو گذاشتن فرماندار. این دو تا دستور داد همون اول که رفت اونجا، جالب دو تا دستورش این بود که یکی این که هرچی گربه تو شهر هست همه رو باید بکشین، هیچ گربه‌ای نباید شهر باشه، و دومیش این بود که همه نابدونهای شهر باید جمع بشه، هیچ نابدونی نباید باشه. این دو تا دستور، حالا دستور اصلی شد. بعد چند سال یکی سخت تمام خونه ها بعد بارندگی و اینا فروری خالا خونه های قدیم بگه به این شکل امروزه هم که نبه، یکی این که موش تمام انبار غله و همه رو موش ها شهر برداشت و بیماری و غیر، که حالا بعدش ماجرای دار که اون اول داشت کنه. بعد ما یادمون بشه این حالا حکیم توز اینا این مطلب و جانامه آورده، یعنی یه جایی که جامعه رو بخوای نابودش کنی باید بسید به دست احمق ها و آدم های نادان. ما این 40 سال دقیقا همین اتفاق برای کشور ما افتاده، یعنی افراد نادان حاکم شدن بر این کشور و این بلا داره همچنان در سر ما میاد. حالا اون تا چند سالی که اون چیزهای قبلی بوده استفاده کردن، ولی ما در نهایت با این زمین سوخته طرف خواهیم شد اگر این جریان ادامه پیدا کنه. باید دنبال دموکراسی بریم و به هر صورت با این سیستم و با این احمقا هیچ جای، نه تنها اینجا، اگه اینها دست حساب کنید، فرض کنید این همین سیستم ایران جمهوری اسلامی فکر کنید به سوئیس باشه، 40 همین سیستم اگه به سوئیس حاکم باشه، بعد دونیم اون مردم سوئیس تبدیل به چه آدمایی خواهند شد. حالا ما ایرانی ها خیلی مردگی کردیم که هنوز چی هستیم، هنوز رو پاون هستیم و زمین در صورت یه چیز دیگه سر شب در نمیارم، من عرضی دیگه ندارم.